شخصیت ضد اجتماعی، ما مطالعه اصلا اسمش معلومه، ما با فردی مواجهیم که غالبا با اجتماع خودش درگیره. البته به کودکی افرادم که رجوع میکنیم ببینیم کودکی بسیار سختی رو داشتن، هنجارهای اجتماعی و تعهدات اجتماعی به اینها آموزش داده نشده. فرد به جایی میرسه که به جای اینکه کمیونیکیت کنه با اجتماع، اجتماع رو و هر آنچه در جامعه است رو دشمن خودش میدونه. فیلم زیبای کیپ فیر با بازی فوق‌العاده رابرت دنیرو. خب علائم رو ما میگیم، وضعیت درام هست، وضعیت‌های نمایشی هست، اضافه کردن در هنر صورت میگیره. خب شروع میشه با بازی آقای رابرت دنیرو با یک طراحی گریم فوق‌العاده رو کمر این آقا که خالکوبی شده. شما عکس ترازویی رو میبینید که شعار بی‌عدالتی رو اون موجوده. خیلی جالبه، این فرد وقتی وارد، یعنی از زندان میاد بیرون، به سمت دوربین میاد، یهو میبینه یه تنه میزنه به دوربین. خب این هنره، این در تکستای ما موجود نیست. اطلاعات ما رو گرفته برده با دانش هنری خودش تلفیق کرده و اومده منتقل کرده به کی؟ به بینندهی که تو سالن سینما نشسته. باز ولکن نیست، آقای دنیرو رو وارد سالن سینما میکنه. میبینید همه ساکتن و اون به طرز فجیعی داره میخنده، سیگار میکشه، صداشو بلند میکنه که یه جوری آزار بده. Excuse me. Dad, are you going to leave the money? I'm not going to leave the money. Remember, I know what you said. You're a damn penalty. All right, just get the hell out of here. I got a goddamn penalty. Hey, the one thing you do. Okay, then I quit as your son. این فیلم هم یک در واقع در زمینه سبب شناسی اختلال باز بسیار قدرت داره. حداقلش اینه، با اون گریمی که داره، با اون فرم بازی رابرت دنیرو، شما رو هشدار میده که حداقل مراقب یک چنین فردی باشید که تو تله اون نیفتی. خب معادل این اختلال رو ما بازی نسبتاً خوب فروتن در فیلم دوزن میبینیم. یعنی اون تیپیک سمبول یک آدم با اختلال شخصیت ضد اجتماعی. یعنی شاید این اختلال شخصیت ضد اجتماعی معادل نوجوانیش میشه بزهکاری. بله، یعنی به نوجوانا میگن بزهکار، وقتی تبدیل به شخصیت شد میگن اختلال شخصیت ضد اجتماعی. اسامی دیگه هم داشته، سوسیوپات گفتن یعنی جامعه رنجور، سایکوپات، روان رنجور و شخصیت ضد اجتماعی. میخواستم خلاف نکنم، نذاشتی با من سفن خواستم، توی نذاشتی برای من عدای فیلم ها رو در نیار. منم میخواستم درس بخونم، نذاشتی. میخواستم خدمت کنم یه چیزی بشم، نذاشتی. میخواستم سرنوشت خواهر برادرم عوض کنم، نذاشتی. میخواستم کمک خرج خانواده‌ام باشم، نذاشتی. میخواستم زندگی کنم، نذاشتین. هیچ کدومتون نذاشتین. تو نذاشتی، بابام نذاشت، شوهرم نذاشت. حالا چیه؟ چه معطلی؟ بیا بزن خلاصم کن. خسته شدم. یک عمر زندگی با تهدید، توهین، تحقیر. از چه معطلی؟ چرا واشتادی؟ بیا بزن خلاصم کن. خسته شدم.